بچه های خوب، سلام. چیزی نمونده ها، این مبحثی که دو تا سوال ازش طرح میشه تو کنکور. تا اونجا پیش رفتیم که توی نثر چقدر میتونه نکته های پیچیده ای وجود داشته باشه اگر ما از روش درست استفاده نکنیم، و اگر از روش درست استفاده بکنیم چقدر آنچه که از دید دیگران پیچیده است برای ما بدیهیه. توجه به نقشنماها و توجه به گذر فعل و توجه به حذف و اجزای جمله. حالا همین ها رو باید تو دل بیت ها هم بتونیم اجرا بکنیم، که این فقط از عهده شما برمیاد، یعنی از عهده شمایی که فصل اول کتاب تناسب مفهومی رو خوندی و بیت خارج از کتاب که رو بروت میذارند یا نمیخونی یا درست میخونی. خود این که شما متوجه بشید این بیت رو نمیتونید بخونید و باید از این سوال بگذرید یک امتیاز بزرگه، چون دست کم نه وقتتون رو بیش از اون تلف میکنید برای اون سوال، نه اینکه به پاسخ اشتباه میرسید. و اگر کتاب تناسب مفهومی رو تا اواسط پیش رفته باشید، یعنی از سه نوع عاشقان و عارفان و تعلیمی دو تاشو خونده باشید، دیگه خیالتون راحت باشه. اگر نمیتونید بخونید، کسی دیگه هم نمیتونه بخونه. پس میخواییم بریم همین نکته هایی رو که تا اینجا شما از کتاب زبان فارسی من خوندید و من تو این ویدیوها به شکل دیگه ای براتون آموزش دادم، تو دل بیت ها حالا پیدا بکنی و یه سری نکته خاص و جدید هم این وسط خودش رو به ما نشون میده. همراه باشید با من برای اینکه ببینیم یه جمله از چه نوعیه، چیکار میکنیم؟ نه، کسره میذاریم اول تا برسیم به فعلش. اگر فعل رو نمیشناسیم اول از فعل چی میپرسیم؟ مستد میخواد یا نه، با چه چیزی، چگونه است، چطور است، حالتون چطوره، اینها نمیشه مستد رو پیدا کرد، خوندید از تو کتاب دیگه. اگه مستد نخواست دومین سوالمون از فعل چیه؟ ساده یا مرکب. چه ساده بود چه مرکب. سومین سوالمون از فعل چیه؟ حرف اضافه همیشگی داری یا نه و را میخوای یا نه. وقتی گفتن نقش فلان کلمه توی فلان بیت چیه؟ گول نمیخوری؟ گول نمیخوری، میل نداری. اول نگاه میکنیم شاید کلمه برچسب داشته باشه. برچسب ها چی بودن؟ نقشنماها. نقشنمای اضافه و صفت، را، حروف اضافه و حروف ندا و حروف ربط که گاهی هم امکان داره حذف بشن، از فهمای کلام متوجه میشیم و اگر هم حذف شده باشن اونها رو در نظر میگیریم موقع پیدا کردن نقشه واژه ها. اگر برچسب نداشت اصلا سریع قضاوت نمی کنیم، سراغ فعل میریم، همون کاری که برای پیدا کردن نوع جمله انجام میدادیم اینجا انجام میدیم. اون سه تا سوال رو میپرسیم و بر اساس گذر فعل میایم تو جمله نقشای اصلی رو پیدا میکنیم. اون واژه‌ای که برچسب نداره احتمالاً جزء نقشای اصلی بوده، اگرم نبوده که قیده. گاهی هم امکان داره نقشای اصلی حذف بشن، گاهی امکان داره که نقشای اصلی به شکل جمله پیرو در پی فعل جمله بیان. نهاد میتونه به صورت پیرو بیاد، مفعول میتونه به صورت پیرو بیاد، متمم میتونه به صورت پیرو بیاد، اما بیش از همه مفعوله که میبینیم به صورت پیرو میتونه بیاد. همین رو جلسه پیش با هم کار کردیم و ازتون خواستم که تستای آموزشی کتاب زبان فارسی نشه دریافت هنوز هم توی کانال بچه ها از من میپرسن نمیشه این کتاب رو نخونیم، کتاب همایش رو بخونیم. خب همون میانبر میخواهید بزنید؟ نه نمیشه، بهتره پس نخونید. با میانبر نمیشه به مقصد رسید در حیطه علم و ادب. این کتاب چون توضیحاتش کامله به نظر کمی حجمش زیاده، در واقع وقت بسیار کمتری از شما میگیره نسبت به جزوه های کتاب هایی که یه سری تست رو ریختن و یه توضیح سرهم بندی شده دادن، چون میدونن که طراح کنکور مثلا گزینه دو رو انتخاب کرده، خط فکری به شما ندادن و دلیل واقعی این که چرا این گزینه درسته رو به شما نمیگن. و چون شما آدم های باهوشی هستید موقع خوندن اون کتاب ها مدام مکس میکنید، مدام به خودتون میگید که خب اگر اینطوری داده بود چی، اگر شبیه این تست دوباره طرح بشه بعید میدونم که من متوجه بشم جوابش اینه. وقتتون کشته میشه. از دو این کتاب بخونید، تست های آموزشی شغل شد بخونید و حالا میایم میریم سراغ آنچه که در این مدت شما خوندید و من کمک کردم به خوندنتون توی بیت. چند تا بیت اینجا انتخاب کردم، نکته توش زیاده فکر بکنم. همراه بشید بچه‌ها.
خب اصل قضیه اینه که بتونیم درست بیتو بخونیم. ماه هاست که دارم ازتون میخوام و مطمئنم پیام هایی هم که بهم میدید، درصدایی هم که پیام میفرستید مشخصه که این کار رو انجام دادید. آفرین به شما، ممنونم. گاو گردون هرگز اندر خر من اون نیست. بخونیم. گاو گردون هرگز اندر خرمن عمرت مباد تا مه نو کشت زار آسمان را هست داس. حالت هزیانوار نخوندیم و حالا حق داریم بگیم که میشه معنیش کرد. باید حالا بریم سراغ معنا. خانش معنا. گاو گردون هرگز اندر خرمن عمرت مباد. عمر رو به خرمن تشبیه کرده و این یک تشبیه خیلی خیلی رایجیه، باش آشنایی. عمر ما مثل یه خرمنیه که میتونه یک گاوی بیفته و اون رو از بین ببره و اینجا گردون آسمان به این گاو تشبیه شده. آسمان میخواد عمر ما رو برباد بده، میگه آرزوم اینه که دور گردون آسمان نتونه عمرتو برباد بده، عمری داشته باشی همراه با خوشبختی و موفقیت و رضایت. تا کی؟ تا مه نو کشتزار آسمان را هست داس. تا کی؟ تا برایت ماه و خورشید. تا زمانی که ماه نو هلال ماه در آسمان که مانند کشتزاریه، مانند یک داس ظاهر میشه و کشت های آسمان رو درو میکنه، تا جهان برقرار است، تا دنیا دنیاست، عمرتو برقرار باد، عمرتو برمدار باد. نمیدونم اینو قبلا بهتون گفتم یا نه بچه. این که ماه نو رو به داس تشبیه میکنند خب فقط به این خاطر نیست که داس حالت منحنی داره، ماه نو هم حالت منحنی داره ها، خیلی فراتر از اینه. این یکی از تخیلات شاهکار شاعران ایرانیه. ماه چی رو درو میکنه تو آسمون؟ چرا روز اول که ماه تو پهنه آسمون ظاهر میشه مثل داس ظاهر میشه؟ کیو داره میترسونه؟ کیا وقتی اینو میبینن پا به فرار میزنن؟ فهمیده کیشو؟ ستاره ها. شبی که آسمون توش ماه نیست، آسمون پر ستاره است. کشت آسمان به بار نشسته و حالا موقع دروه که میاد وسط داس مهنه. بیت حافظ یادتونه؟ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنه، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. که این تصویرسازی زیبا رو به آخرت و آخرت اندیشی نسبت داده. اینجا شعر فکر کنم مال انوریه و زمینی تر شعر گفته. میگه تا زمانی که داس ماه بر کشتزار آسمان ظاهر میشه تا ستاره ها رو درو بکنه، تو خیرمن زندگیت از هجوم آفت ها در امان باشه. تناسب بسیار زیبایی بین واژه ها به وجود آورده دیگه. گاو، خرمن، کشتزار و داست. خب اصل قضیه اتفاق افتاد. بیت رو که به این شکل متوجه بشیم، حالا این همه زیباییش رو لازم نیست واسه خودمون توضیح بدیم، اما وقتی که بیت رو بتونیم هم درست بخونیم هم درست معنا بکنیم، دیگه پیدا کردن نکات دستوریش کاری نداره. گاو گردون هرگز اندر خرمن عمرت مباد. فعلمون مباد از مصدر بودن. بودن و شدن و گشتن مسند میخوان، چون که معنای کاملی ندارن یا حدودا معنا ندارن، اما بودن گاهی وقتا معنا داره. خب پس دیگه مسند میخوان. کی معنا داره؟ خب نمیدونم، باید ببینیم اینجا معنا داره. گاو گردون هرگز در خرمن عمرتون مباد، یعنی نباشد، یعنی قرار نداشته باشد، حضور نداشته باشد. خب معنی داره از خودش دیگه، پس مسند نمیخواد. جمله مون دو جزئیه. نهادش چیه؟ چه چیزی نباشد و حضور نداشته باشد؟ این گاو گردون.
نهاد. نهاد اصلی گاو. گردون یه برچسب کوچیک روشه. گردون اسمی و صفت. گردون استعاره از آسمان، چون آسمانم مثل گردونه، مثل چرخه، مضاف اله. پس این در واقع نهاد، این مضاف اله نهاد، کلشون نهاد. هرگز غیر مختصه، همیشه غیره. اندر حرف اضافه است. پس خرمن عمرت میشه متمم، عمر مضاف اله، ات هم مضاف اله، در واقع مضاف اله مضاف اله، اما هم نقشه دستوریش مضاف اله. تا حرف ربط وابسته ساز. پس کل این جمله میشه پیرو برای جمله قبلی. مه نو کشتزار آسمان را هست داس. باید جمله رو کمی مرتب کنیم، چون مطمئنیم که اون را رای مفعولی نیست. چرا رای مفعولی نیست؟ به این خاطر که من دیگه خط فکری دارم، روش دارم، بی جهت متمرکز نمیشم روی قسمت از جمله و حس نمی کنم که به گمانم مفعول است. شم به من میگه این متممه، وحی به من نازل شد. بعد میبینیم که نه، اشتباه بود و همه اینا تخیلات و توهمات بوده. روش داره، خدا من به ما خرد داده، به کمک خردمون باید به نتیجه برسیم و اگر نرسیم اینجا دیگه کم لطفی خدا نیست، کم لطفی خودمونه. بر خرد خیش بر ستم نتوان کرد، خیشتن خیش را دژم نتوان کرد. کسی که به خرد خودش ستم میکنه، یعنی از خرد و عقل و آگاهی بهره نمیبره و میخواد با احساس و شعار و نمیدونه با اینجور چیزها خودش رو اثبات بکنه و دیگران رو انکار بکنه، به خردش ستم کرده و خداوند هم به اون دیگه لطفی نخواهد داشت، برخلاف تصورش. و مدام آدمی میشه دوژم و دوژمتر، غمگین و غمگینتر، و احساس میکنه دیگران بهش ظلم کردن، خشمگین و خشمگینتر، خطرناک و خطرناکتر. در نبود عقل جان در عذاب است، نه فقط جان خود ما که جان دیگران. تا مه نو کشتزار آسمان را هست داس. تا زمانی که ماه نو کشتزار آسمان را داس، یعنی داس کشتزار آسمان است. اینو میتونیم اگر لازمه بنویسیم کنار بیت تو همون جلسه کنکور. تا ماه نو داس کشتزار آسمان هست. خب اینجا دیگه به جای هست بگیم حضور دارد، وجود دارد، جمله بهتر نمیشه، بدتر میشه، پس قبولش نمیکنیم. میگیم همون هست همیشگی خودمونه. تا ماه نو داس کشتزار آسمان است. است معنی خاصی نداره، مستند میخواد. مستند همون گروهیه که پیش از فعل اسنادی میاد و نشونه خاصی نداره، برچسب روش نیست. داس کشتزار آسمان، داس کشتزار آسمان، همین گروهیه که این ویژگی رو داره. پس این گروه مسنده. هسته گروه داسه، کشتزار مضاف الیه کشه و آسمان هم دوباره مضاف الیه، مضاف الیه، نقش مضاف الیه داره، نقش وابسته. فرض کنید که اینجا میپرسید که چطور هست؟ تا مه نو کشتزار آسمان را هست داس. بعیده که جواب میدادید داس. خب چه چیزی داس کشتزار آسمان است؟ ماه نو. اینم نهاد. پس ماه نو نهاد، نو صفتش، کشتزار مضاف الیه، آسمان مضاف الیه، داس مسند مضاف الیه. جمله رو مرتب کردیم، متوجه قضیه شدیم. بریم بعدی. دو دیگه مطمئنم که شاگردای من اینا درست میخونن. لیکن به گل آفتاب چون پوشم. همینطور آدم میتونه خوشخوشان باشه دیگه، اما اگه میخواد بره دانشگاه باید یک کمی به خودش و دیگران احترام بذاره. لیکن به گل آفتاب چون پوشم سخنی نیست که از یک فردی که میخواد فکر بکنه و بفهمه سر. لیکن به گل آفتاب چون پوشم هزیانه. چیکارش کنیم؟ اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که این گل، ببینیم واقعا گله،
و دوم اینکه چون رو میشه به گونه دیگه ای هم خوند، هر دو تا اینجا به کارمون میاد، همون 100 صفحه اول کتاب تناسب. لیکن به گل آفتاب چون پوشم، با گل مگه میشه خورشید رو پوشوند؟ رازهایی است که پنهان کردنش ناممکنه، مثل راز عشق. عشق خورشیدی است در درون جسم، گلی بر این خورشید. مگه با گل میشه چشمه خورشید رو پوشون؟ لیکن به گل آفتاب چون پوشم. استفهام انکاری، نمیتونم این کارو بکنم. خب نقش ها، ببینید وقتی که وارد هیته دستور میشیم کاملا با نگاهمون علمی باشه، از نگاه احساسی باید بیایم بیرون، یه نگاه علمی داشته باشیم، انگار که داریم یک نکته فیزیکی رو بررسی میکنیم. اصلا از اون احساس ما، احساسمون سر جای خودش، خیلی هم زیبا، خیلی هم مهم، تا جایی که بیت رو خوب بفهمیم. حالا میخوایم نگاه علمی به بیت داشته باشیم و ساختار دستوریش رو بررسی کنیم، از ساختار معنایی دیگه خارج بشیم. بپوشم، اینجا بپوشم یعنی بپوشم؟ نه، اینجا بپوشم یعنی بپوشانم. لیکن با گل چطور خورشید را بپوشانم؟ پوشیدن مفعول میخواد، پس پوشاندن مفعول و متمم میخواد. جمله چهار جزئی با مفعول و متمم. اول خب بهتر متمم رو پیدا کنیم. پوشاندن به، آیا این به همون به؟ ببینید ما میگیم که لباس را به کودک پوشاند، یعنی لباس بر تن کودک. با دروغ چهره حقیقت را پوشاند، با دروغ چهره حقیقت را پوشاند، یعنی چهره حقیقت را پنهان کرد. نقاب دروغ بر چهره حقیقت پوشاند، اینجا واقعا یعنی دیگه پوشاند، نقاب دروغ را بر چهره حقیقت پوشاند، گذاشت رو چهره اون. پوشاندن هم میتونه این معنای فیزیکی رو داشته باشه که شما یه چیزی رو بر روی یه چیزی بذارید، همین معنا رو داشته باشه که اونو پنهان بکنید. یه بار دیگه به این بیت از دید دستوری، از نظر معنای هر دو یکسانه، از دید دستوری بهش نگاه بکنیم. میواد اگر بخوایم اینجا پوشاندن رو از نظر دستوری، همون پوشاندن یعنی فعل چهار جزئی و مفعول متمم بدونیم، میدونید چه نتیجه معنایی گرفته میشه؟ یعنی اینکه من نمیتونم آفتاب و خورشید رو بر تن گل بپوشانم، نمیتونم آفتاب بپوشم بر گل، همچنان که مثلا نمیتونم لباس بپوشم بر این کودک. اما این نگفته، این به اون بی نیست که پوشاندن به تو ذهن ما حک شده. این به یعنی با گل، به وسیله گل. مادر به کودک لباس پوشان، نمیشه مادر به وسیله کودک لباس پوشان، بر تنش. اما این نمیشه لیکن بر تن گل خورشید را چگونه بپوشانم. اینجا چون پوشم یعنی چگونه پنهان کنم چه چیزی را؟ آفتاب را. چگونه آفتاب را پنهان کنم؟ به وسیله گل. دیگه گل اینجا اون متمم اجباریه نیست. چه چیزی را بپوشانم؟ آفتاب را، مفعول. گل متمم، اما نه از نوع اجباری، چون معنی به وسیله میده، به این وسیله. لیکن که حرف ربطمونه، به هم که حرف اضافه مونه، اینم که مهمون جمله است، پس قیده، چون حرف اضافه ای نداره. آنچه در جمله باقی میمونه بعد از پیدا کردن اجزا، یا قیده یا متمم. بعدی بچه ها، خب این احتمالا براتون آشناست، چون که سال 96 در کنکور طرح شده. منتها دانش آموز اگه سال 96 قرار بود به این سوال جواب بده، باید سال 95 باش اینها کار میشد. باید در سطح سوالات کنکور با دانش آموز کار بشه، ذهنش به حدی توانمند بشه که بتونه به سوالای
سال خودش هم جواب بده. متاسفانه معمولا یه کمی دیر ما به فکر چاره میفتیم و وقتی که مثلا تست های کنکور 96 طرح میشه اون وقت به این فکر میفتیم که خب حالا برای اینها چه داستانی میتونیم درست بکنیم که موقعی که دانش آموز به این تست رسید بگه که آها بلدن اونو جواب بدم. متوجه اید؟ به اینا میگیم بهتر چیزی نگم. نقطه پرگار ما را خال دلجویی بس است. خب حالا ببینیم اینا رو که بلدیم میتونیم اینو حل بکنیم. فعلمون است. است اینجا یعنی وجود دارد هرگز. اگه بگیم وجود دارد بدتر میشه، بهتر نمیشه. پس فعلمون مسند میخواد. فعلی که مسند میخواد چجوری باید مسندش رو پیدا بکنیم؟ خب یه هرزاموزی هست مایه خنده که میگم بگو چگونه است، چطور است. نقطه پرگار ما را خال دلجویی بس است. چگونه است؟ دلجو است. تازه اگه خیلی توانایی ذهنمون زیاد باشه. اما خب این 100% غلطه، این روش کاملا اشتباهه. است فعل اسنادیه و با دید علمی مسند اولین گروه اسمی است که پیش از فعل اسنادی می آید و برچسب ندارد، نشانه ندارد. اصلا ببینید ما در واقع از این ضعف مسند استفاده میکنیم تا مسند رو پیدا کنیم. میگیم مفعول برچسب داره، را. حالا گاهی وقتا برچسب میفته اما میتونیم بهش بچسب کنیم. نهاد برچسب نداره اما قرینه داره. نهاد همیشه با شناسه فعل تطابق داره. جمعش بکنی شناسه فعل هم جمع میشه. متمم برچسب داره، منادا برچسب داره. این همه بر... مسند برچسب نداره. اگه مطمئن شدیم که فعلمون مسند میخواد، اون اسم یا گروه اسمی که قبل از فعل نشسته مسنده، چون مسند برچسب نداره چاره ای نداره کنار فعل بشینه تا مسند بودن خودش رو به ما نشون بده. حالا برعکسش، شما اصلا نمیدونی فعلت مسند میخواد یا نه، میای به فعل میگی چگونه است، حالت چطور است، بعد اونو به جواب بد میده، واقعا مایه تاسفه. اینطور نمیشه. متخصص شد، کسی که اینو متوجه نشه هر رشته‌ای که بفرستیش اونم میخواد اونجا میانبر بزنه، بعد چی میشه؟ اونی که نباید بشه. است مسند میخواد. اولین گروه بدون نشانه قبل از است چیه؟ بس. پس این مسنده. چطور است و چگونه است و اینا به ما ربطی نداره، اینا من درآوردی و هرزاموز است. نهاد چه چیزی بس است؟ خال دلجویی، خال یک فرد دلجو، خال یک یادی که به فکر دل ما باشه. پس این چیه؟ مهمونه. این مهمون یا قیده یا متمم. حرف اضافه داره؟ معلومه که حرف اضافه داره، چون ما هیچ وقت دچار این اشتباه فاحش نمیشیم که فعلمون است باشه بعد بگیم این را نشانه مفعوله، چون است مفعول نمیخواد، پس به این نشانه مفعول هم نیازی نداره. این را یعنی چی؟ آها، یعنی برای. توی کتاب تناسب مفهومی سخت‌تر از ایناش هم خوندم. برای نقطه پرگار ما خال دلجویی بس است. خب این برای حرف اضافه است، پس این متمم میشه. منتها این حرف اضافه، این را در مقام حرف اضافه بعد از متمم میاد، نه قبل از متمم. بعدی بچه‌ها، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. چیکار باید بکنیم؟ خب دیگه نگاه میکنیم، بلدیم، مثل این خیلی حل کردیم، میفهمیم، من میفهمم. اینها مال عوامه. خب ما اینجا داریم این نگاه تخصصی میکنیم قضیه. سخن رنج مگو، فعل من مگو. جز سخن گنج مگو، فعل من مگو. این مگو یعنی نه سورا یا به من مگو. به کل غزل توجه بکنیم یعنی به من مگو. و خب توی
حالتی که هر دوتا بتونه درست باشه، طبیعتا ما حالت عادی رو میگیریم. یعنی به من مگو، به من سخن رنج مگو، به من جز سخن گنج مگو. گفتن در معنی عادی خودش هم مفعول میخواد هم متمم. چه چیزی را مگو؟ سخن رنج را، کلش مفعول. اگر بگیم رنج مفعول، حتما پاسخمون اشتباهه. رنج مضاف الیه مفعوله. به چه کسی نگو؟ به من، به ما. متممه، فعل محذوف. به قرینه، قبلش به من داریم؟ نه. بعدش به من داریم؟ نه. پس لفظی نیست، معنایی. جز سخن گنج مگو. این که دیگه آسونه بچه، روش، نگاه علمی، صبر، حوصله، دقت. تو همین بزنگاه ها، تو همین تفاوت های کوچیکه، تو همین تفاوت های کوچیکه که یه کسی آروم آروم میشه مریم میرزاخانی، یه کسی میشه هامون سبتی. همین ریزکاری های زندگیه، همین که تو احترام بذاری به هر چیزی که میبینی، احترام بذاری و بگی شاید تو اینم این نکته ای هست که من بتونم پیدا کنم اما دیگران نه. گل شب در چکم از لاله قرمز دارد. جز سخن گنج مگو. به کی؟ به من. این که متمم اجباریش قبلا گفتی، متمم اجباری حذف شده به قرینه معنایی یا معنوی. مفعولش، مفعولش هم خب چیز، چه چیزی رو نگو؟ جز سخن گنج. خب دیگه همون نکته است. جز مگه جز حروف وابسته، حروف اضافه نیست؟ چرا؟ پس این سخن گنج مگه روش نوشته نشده که متمم است؟ چرا؟ خب بعد ما از شما پرسیدیم که این چیزی که روش نوشته شده متمم است چیه؟ شما گفتی مفعول. چرا گفتیم مفعول؟ روش نوشته متمم، چون جز حرف اضافه معروفیه. آخه اگه در این صورت مفعولش چیه؟ خب مفعولش حذف شده. سخن رنج مگو، جز سخن گنج چیزی مگو. ای بابا، خب منظورش اینه که پس فقط همین سخن گنج رو بگو دیگه. منظورش اینه، تو داری معنایی بررسی میکنی. خب اینو حد بچه میفهمه. وقتی من میگم جز سخن گنج مگو، یعنی بیا سخن گنج را بگو. اما خب این که نگفته سخن گنج را بگو، یا فقط سخن از گنج بگو، یا سخن گنج را بگو. این گفته جز سخن گنج مگو. یه ساختار متفاوتی درست کرده برای اینکه یه حرف ساده ای بزنه. خب همین میشه شعر دیگه. یعنی با یه ساختار دستوری جدید همون حرف ساده قبلی گفته بشه. این به دل میشینه. جز سخن گنج چیزی مگو. مفعول چیزیه که حذف شده، ضرورتی به اومدنش نبود، اما جاش تو جمله محفوظه. تا وقتی جاش تو جمله محفوظه، ساختار جمله تغییر نمیکنه. اما این همه فلسفه لازم نیست. برمیگردیم به همون نکته یکی که من دو سه جلسه پیش بهتون گفتم. بچه‌ها، زبان فارسی یک موهبتی درش هست و اون نقشنماهاست. به نقشنماها خوب دقت بکنید. به دشوارترین سوالات کنکور امسال میتونید پاسخ بدید. تست های برگزیده کتاب دریافت رو حل کنید و بعدش از کتاب همایش، چون مباحث تموم شد، تک واژه و واژه هم در واقع قسمتی از ساختمان جمله ها و همین مبحث ساختمان واژه ها و همین مبحث جمله است. الان موقعشه که بعد از خوندن مبحث ساختمان جمله برید سراغ شمارش تک واژه و واژه، چون همین رو دوباره توش تکرار میشه. یه بخشش تو ساختمان واژه ها گفته شد، یه بخشش هم تو ساختمان جمله ها گفته شد. تک واژه واژه برای شما ساده است بچه ها. شماها که این دو سه ماه با من پیش اومدید، به تک واژه واژه امسال جواب میدید و اگر جواب ندید، خود یک کس دیگه ای جواب نمیده. چرا باید این امکان از خودتون دریغ بکنید؟ اینکه سخت و نخونید و اینها برای افرادی که روش ندارن، دید علمی ندارن و میخوان با میانبر به نتیجه برسن، خب اصولا خیلی چیزا رو نباید بخونن.
شما بخونید، زحمت کشیدید و حالا موقع درو کردنشه. بعد از اینکه تک واژه واژه رو هم خوندید، یعنی این کتاب رو یک بار خوندید و تستاشو زدید، برای دوره برید سراغ کتاب همایش. کتاب همایش برای دوره بسیار عالیه، بسیار واقعا معجزه میکنه. اما پیش از اون که بر اساس این کتاب دانش آموز نکته ها رو آروم آروم یاد بگیره و براش جا بیفته طوری که دیگه یادش نره، کتاب همایش مفید نیست. بعد از خوندن یک بار این کتاب اصلا دوره هم نکنید، برید کتاب همایش رو بخونید، وقت زیادی هم نمیگیره. اونهایی که میخوان حالا دیگه به بالاترین تسلط ممکن در درس زبان فارسی برسند، باید برن سراغ کتاب اتاق تمرین زبان فارسی. منتها خیلی از شاگردای من سال گذشته با همین کتاب و همایش تونستند به درصد حدود 80 برسند. اونایی که 90 زدند، اونقدر که من حضور ذهن دارم کتاب اتاق تمرینام خونده بودم، اما واقعا تو درس ادبیات درصد 90 نیاز نیست. شما برای اینکه رتبه 1 کنکور بشید با درصد 80 ادبیات میتونید. باز هم هستم تو خدمتتون، در خدمتتون تو کانال مخصوصا. منتها خب زبان فارسی رو با این برنامه‌ای که گفتم تو 2 ماه باقی مونده میتونید به قله برسید. به من حتما خبر بدید بچه‌ها امسال چیکار کردید. خسته نباشید، خدا قوت، براتون بهترین آرزوها رو دارم و ازتون میخوام که بعد از کنکور هم با من در ارتباط باشید، ببینم چیکار میکنید، چی میخونید، اون چیزایی که میخونید به منم بگید استفاده کنم. همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزدند. پیروز باشید بچه‌ها.